میزان تولید ماهی و غذاهای دریایی در سطح جهان طی 50 سال گذشته 4 برابر شده است. در این مدت نه تنها جمعیت جهان بیش از 2 برابر شده، بلکه یک فرد معمولی تقریبا 2 برابر نیم قرن گذشته غذای دریایی مصرف می‌کند. این موضوع باعث افزایش فشار بر ذخایر ماهی در سراسر جهان شده است. به عبارت دیگر، افزایش بیش از اندازه صید باعث شده ماهی‌ها فرصت کافی برای تولید مثل پیدا نکنند و در نتیجه جمعیت آنها به مرور کاهش پیدا می‌کند. یکی از نوآوری‌هایی که به میزان قابل توجهی از میزان صید ماهی در جهان کاسته، آبزی پروری است. این روش پرورش ماهی در نیم قرن اخیر رشد بسیار زیادی داشته است. میزان صید ماهی در جهان از ابتدای دهه 1990 میلادی افزایش نیافته و بین 90 تا 95 میلیون تن در سال باقی مانده است. این در حالی است که صنعت آبزی پروری رشد چشمگیری داشته و میزان تولید ماهی از این روش بین سالهای 1960 تا 2015 50 برابر شده است. در حال حاضر میزان تولید ماهی از طریق آبزی پروری به بیش از 100 میلیون تن در سال رسیده است. اتفاقی که نقشی اساسی در حفاظت از جمعیت ماهی‌ها در دریاها و اقیانوس‌ها ایفا می‌کند و می‌تواند نیاز روزافزون به غذاهای دریایی در جهان را تأمین کند. در حال حاضر چین با تولید بیش از 60 میلیون تن غذای دریایی هم از طریق صید و هم از طریق مزارع پرورش ماهی بزرگترین تولید کننده غذاهای دریایی در جهان است. اندونزی، هند، ویتنام و آمریکا نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. طبق آخرین آمارها ایران در سال 2017 از طریق دو روش صید و آبزی پروری حدود 1 میلیون و 200 هزار تن غذای دریایی و ماهی تولید کرده است.